یه قسمتی از یه فرازی از این زیارت ناحیه این هست که قد عجبت من صبر که ملائکت و سماوات، یا ابا عبدالله از صبر تو ملائکه آسمان تعجب کردن. قد عجبت من صبر که ملائکت و سماوات فاهدقوا بک من کل الجهات، از هر جهت اومدن شما رو محاصره کردن. اون موقع که حضرت تنها تو گودال قتلگاه، گودال قتلگاه که شنیدید نه اینکه خیال کنید یه چاه بوده، نه یه زمینی بوده که مقدار پستر از زمین های دیگه بوده، بهش میگفتن گودال قتلگاه. زمینی بوده که مقدار فرو رفتگی داشته، پایین بوده، پستر از زمین های دیگه بوده. اومدن دور حضرت رو محاصره کردن. وقتی آقا افتاده بود اونجا بی رمق افتاده بود، دور حضرت رو محاصره کردن. فاهدقوا بک من کل الجهاد و اسخنوک بالجراح، جراحت به تو وارد میکردن. و حالو بینک و بین الرواح، بین تو و بین خیمه ها فاصله انداختن، دیگه نگذاشتن سر بزنی به خیمه هات. ولم یبق لک ناصرون، دیگه یاوری نداشتی، تنها شده بودی. و انت محتسبون صابر، تو صبر میکردی. تذب با ان نسبتی که و اولادک، هنوز از زن و بچت داشتی دفاع میکردی. حتی نکسو که انجوادک فهویت الالعرز جریحن، وقتی تو را از اسب انداختن مجروح افتادی. این یکی از جاهایی است که فقط تو زیارت ناهی است، هیچ جای دیگه نیست. من نمیدونم این چجوری آدم اینو ترجمه بکنه جسارت نباشه. مجروح از اسب افتادی، تتعک الخیول به حوافرها، که اسب ها بر بدن تاختن. ماها اونی که شنیده بودیم بعد از شهادت ابا عبدالله بود که اسب بر او تاختن، اما این چیزی که تو زیارت ناحیه است یه بار دیگه هم اسب تازونده بودن، یعنی دو بار بر ابا عبدالله، یه مرتبه دیگری هم این اسب تاخته بود رو بدن مجروح ابا عبدالله. قد رشح للموت جبینک، عرق مرگ بر پیشانید نشست. وقت تلفت بلنقباز و الانبساط شمال و که و یمیلک، به چپ و راست متمایل می شدی. اینجایی که تو کربلا شما دیدید ذریح امام حسینه، اینجا جایی بود که ابا عبدالله از اسب اومد پایین، اینجا شهید نشد، اینجا جایی بود که امام حسین از اسب افتاد. 20 قدم اون طرفتر، اونایی که کربلا مشرف شدید میدونید، یه 20 قدم اون طرفتر قتلگاه هستش که مردم معمولا صف بکشن برای اینکه داخل قتلگاه بشن. ببین فوق العاده هم قتلگاه سنگین و غمباره. خدا شاهد من که معرفت چندانی ندارم، یه مرتبه وقتی رفتم داخل قتلگاه شدم سریع اومدم بیرون، اصلا نمیشه وایساد، خیلی غمباره، خیلی سنگین هست. امام حسین علیه السلام وقتی از اسب افتاد، سینه خیز این پهلو اون پهلو خودش رو به سمت خیمه هاش میکشید که اون وقت تو گودال قتلگاه افتاد. صورتش رو گذاشته بود رو خاک، سمت راست صورتش رو. تدیر و طرفن خفیان الی رحلک و بیتک، با گوشه چشمت داشتی به خیمه هات نگاه میکردی. صورتش رو خاک بود، با گوشه چشمش نگاش میکرد به خیمه ها که الان ساعتی بعد به این خیمه ها حمله خواهد شد. یه مرتبه هم شنیدید دشمن اومد، میترسیدن بیان جلو، شاید ابو عبدالله هنوز زنده باشه، به اونها ضربه باشه، از دور سنگ پرد میکردن، نیزه پرد میکردن، تیر پرد میکردن. یه کسی گفت اگه میخواید ببینید حسین زنده است یا نه به خیمه هاش حمله کنید، حسین غیرتیه، اگه زنده باشه بلند میشه. به خیمه های ابو عبدالله حمله کردن. ابو عبدالله که با گوشه چشم داشت نگاه میکرد، هر چی رمق تو بدن داشت که دیگه رمقی هم نمونده بود، تکه کرد به این نیزه شکسته ها، رو زانوهاش نشست، گفت یا شیعت آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونو احرارم فی دنیا کن. آل ابی سفیان، اگر دین ندارید و از آخرت نمی ترسید مرد باشید، من و شما با هم می جنگیم، زن و بچه چه تقصیری دارد، مرد باشید. من همینجا یه چیزی تو پرانتز بگم، یه مقداری بسوزی شب عاشورا، نانجیبایی که رفته بودن به سمت خیمه ها برگشتن، یعنی جلو چشم امام حسین زن و بچه شو نزدن. دلتون بسوزه برای امیرالمومنین، دلتون بسوزه برای امیرالمومنین. امام حسین این مصیبت رو ندید که جلو چشمش زن و بچه‌شو بزنن، اما امیرالمومنین این مصیبت رو دید. امیرالمومنین این مصیبت رو، من ایستاده بودم دیدم که همسرم را قاتل گهی به کوچه گه بین خانه میزد.
دشمن برگشت، ابو عبدالله علیه السلام تو میدون افتاده بود، قد شغلت به نفس که ان ولد که و اهالیک، دیگه حسین جان آخرای عمرت مشغول خودت شدی دیگه. لحظه بیشتر نگذشت، یه مرتبه دیدن اسب بی صاحب ابا عبدالله به سمت خیمه ها دوان دوان را، و اسرع فرس و کشاردن الی خیامک قاصدن مهمهمن باکیا، رفت به سمت خیمه ها. یه مرتبه چند لحظه بیشتر نگذشت، همه از خیمگه بیرون دویدن، وقتی اسب بی صاحب رو دیدن، شیهه اسب شنیدن، خیال کردن ابا عبدالله اومده، اومدن از خیمه ها بیرون، دیدن اسب بی صاحب دورش رو گرفتن، سمت خیمه ها داشتن به سمت قتلگاه می دویدن. من نمیدونم زینب کبرا اونجا کجا بود، جلوتر از همه می دوید یا پشت سر همه بچه ها که می خوردن زمین بلندشون می کرد. همه از خیمگه بیرون دویدن ولی سالار زینب را ندیدند. لا حول ولا قوة الا بالله.